دیدار هیئت کنگره آمریکا با رئیس جمهور برگزیده مقاومت و باز هم کابوس وحشت در نظام ولایت. یک شنبه این هفته 4 نفر از اعضای کنگره آمریکا از هر 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات در سفر به پاریس با مریم رجوی این دیدار و بر حمایت خود از این گروه هک تاکید کردند. این دیدار از جمله شاخصهایی است که رویکرد دوگانگی آمریکا را در قبال مذاکره با ایران نشان می‌دهد و بیانگر دوگانگی است که در دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی آمریکا در این باره وجود دارد. اگر این فرض هم پذیرفته شود که دولت واشنگتن در این خصوص جدی است، اما در این تردیدی نیست که اعضای نزدیک به محافل صهیونیستی در کنگره کماکان به سنگ اندازی خود ادامه می‌دهند و دولت آمریکا نیز نه تنها با این مانع تراشی‌ها مقابله نمی‌کند، بلکه چه بسا در برخی مواقع جاده را برای آنها صاف نیز می‌نماید، چرا که اگر دولت آمریکا این گروه‌های تروریستی را از لیست گروه‌های ترور خارج نمی‌کرد، شاید اکنون اعضای کنگره و محافل صهیونیستی فعال در آن با این گستاخی به دیدار سرکرده این گروهک نمی‌رفتند. آمریکایی‌ها هر جایی که منافعشون اقتضا بکنه و مستمسکی وجود داشته باشه به بهانه مقابله با تروریسم از منافع خودشون حمایت می‌کنن. نمونه اون دخالت اونها در سوریه هست، علارغم پشتوانه ملی دولت بشار اسد و ورود گروهک‌های تروریستی مثل القاعده به این کشور. خب آمریکا این رو نمی‌بینند و در قالب حمایت از یک جنبش ملی دارن با دولت بشار مقابله میکنن در سوریه. پس اینکه این گروهک تروریستی رو به رسمیت بشناسن، از لیست خارج کنن، کما اینکه در سپتامبر گذشته این کار رو کردن، با اونا ملاقات بکنن و حتی اینکه آقای روراباکر میاد اعلام میکنه دولت آمریکا باید از این فرد و این گروهک به عنوان جایگزین حکومت ایران حمایت بکنه، به نظر من خیلی مسئله عجیبی نیست. از سوی دیگر دیدار هیئت 4 نفره کنگره آمریکا با سرکرده گروهک تروریستی منافقین یک بار دیگر با اثبات دشمنی آمریکا نسبت به مردم ایران، رویکرد دوگانه و نگاه ابزاری آمریکا را به مسئله تروریسم نشان داد. نه تنها از اونها به عنوان تروریست یاد نمی‌کنند، میان از اونها حمایت می‌کنند، باهاشون دیدار می‌کنند، اعلام حمایت رسمی می‌کنند، تجهیزشون می‌کنند. شما ببینید این گروهک تروریستی در عراق، خب همه میدونن که دولت عراق موافق حضور اینها در عراق نیست. خب کی باعث شده که اینها در عراق باقی بمونن؟ این بازی سیاسی زیگزاگی در حالی جریان دارد که ماهیت تروریستی این گروهک با قتل 12,000 شهروند و مسئول ایرانی مسجل شده است.